مرسی از برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم. من 5 ساله که توی رابطه هستم. رابطه احترام توش هست ولی هیجانی توش نیست و واقعا جلو نمیره. انگار که مثلا فقط یه رابطه هست که ما با همیم و وقت میگذرونیم و هیچ آینده هم مثلا توش من نمیبینم. ولی خب خیلی برام سخته که بخوام تمومش کنم. یعنی حس مثل خواهر برادر شدین؟ داری همچین چیزی میگی؟ تقریبا بله، مثل دوتا دوست شدیم. یعنی مثل دوتا همخونه یا دو آدمی که واقعا نمیتونن انگار همدیگر رو خوشحال کنن. ولی خب یه جورایی خیلی برام سخته که بخوام تمومش کنم، چون عادت هام خیلی به هم میریزه. اونس دارین به هم دیگه؟ بله. و من سوالی که ازتون داشتم، خواستم ببینم که داشتم با خودم تصمیم گرفتم که خب بیام به آدمای دیگه مثلا اجازه بدم که خب حالا وارد زندگی بشن، حالا میتونم باشون رفت آمد کنم، برم بیام ببینم به کجا میرسم، شاید اگه که یک آدم دیگه بیا تو زندگی بهتر بتونم برای رابطه که الان توشم تصمیم بگیرم، ببینم واقعا چقدر حسم به این رابطه قویه، چقدر میتونم به آدم های دیگه مثلا این چانس رو بدم که با هم باشن. نمیدونم چقدر این کار درسته. راه درستشو میخوای بینید. جالب شد قضیه. آره. پس فریبا اوکی 5 ساله توی رابطه بوده که دیگه تقریبا زوجی اون شکلی نیست، بیشتر دوست شدن یا خواهر برادری شده قضیه و با هم خونس دارن، عادت دارن، یه الان 5 ساله یه روتین یه زندگی کردن که دیگه جاش افتاده. ولی فریبا میخواد ببینه راه دیگه هست که مثلا اون قسمت که کم داره رو بیاره تو قضیه. خب من نمیدونم شما اینو میشنوین یا ندارم. ببین میشنوم که رابطه‌ای که الان داری، 5 ساله‌ای که داری، رابطه ناسالمی نیست ولی هیجانش کمه، درسته؟ یعنی رابطه خطرناک و ناسالمی نیست که بعد بذاریش کنار، رابطه‌ای که یه جورایی میخوای نگرش داری ولی داری فکر میکنی شاید رابطه‌تو میخوای باز نگه داری، یا شاید این سوال توت هست. و اگه این سوالو داری میکنی، من نمیدونم اینو آیا داری فکر میکنی که این که داری میگی میخوام کس دیگر رو ببینم و با پارتنر الانت میخوای راجبش حرف بزنی یا میخوای حرف نزنی؟ میخوای؟ نه میخوام پنهانی باشه. آها، این کار میخوای پنهانی. خب قضیه رفت یه جای دیگه. خب تا حالا میتونی تجسم کنی اگه باهاش صحبت بکنی و این کار رو پنهانی انجام ندی؟ چون رابطه هایی هست که مردم بعد از چندین سال ترجیح میدن رابطهشون رو باز بکنن. من خیلی ها رو میشناسم که عمر رابطهشون خیلی زیاد شده و رابطهشون خیلی صمیمی‌تر هم شده. فکر میکنی میتونی بحث توافق رو باز بکنی با دوستت یا نه؟ برای همین نه، میترسم، خیلی میترسم، نمیتونم. فکر میکنی عکس العملش چی خواهد بود؟ دقیقا. نه ولی فکر میکنی چی خواهد بود؟ فکر میکنم که میگه که نه خب بیا تمومش کنیم. نمیخوام بشنوم. خب نمیخوام. ولی خب یواشکی هم که خب ببین این در موردش حرف زدن دلیل نیست که رابطه رو تموم بکنه. میتونی مثلا 3 ماه در مورد این حرف بزنی، مثلا این نیست که رابطه تموم بشه. خب مثلا نظرشه، شاید اونم اینو بخواد ولی بترسه به تو بگه. یعنی میتونین اگه به ترساتون یه ذره چالش بدین، با هم صحبت بکنین، شاید این انگیزه عاطفی و جنسی برگرده هم با هم. نمیدونم، بعضی موقع رابطه که با هم بهترین سناریوشه. ولی اگه اون چیزی که خود فریبا فکر میکنه بخواد اتفاق بیفته چی؟ من احساس میکنم وقتی که توی رابطه هستی و پنهانی میخوای بری یه کار دیگه بکنی، هم به خودت داری صدمه میزنی، به هم کسی که هم خونت و هم دوستت و بهش عادت داری. یعنی و بالاخره این توش صدمه یه هست. روزی امکان این که داستان معلوم بشه چی شده میاد بیرون و اون موقع دیگه اصلا نمیشه دیگه کنترلش کرد، همه رابطه ها رو به هم میزنه. درست میگم؟ آره. ولی مثلا صحبت کردن در مورد شاید خیلی ترسناک باشه اولش، ولی خیلی ها که شروع میکنن حرف زدن بعد میگن آه کاش اینو من 2 سال پیش کرده بودم در موردش حرف زدن. شاید هم رابطه رو تصمیم بگیرن باز نکنن، ولی همین که در موردش حرف میزنن، نظراشون رو به همدیگه میگن، باعثی راه بهتری پیدا کنن که قوی تر بشه. این نظر منه. نمیدونم، باید خیلی ملایم. آره فکر کنم خیلی ملایم، هر جوری که خودت بهتر میتونی باید
چون آره دیگه اگه نگی یه کاری بکنی که بعداً بالاخره صداش در بیاد، اون وقت دیگه تمام اون پولا رو به قول خارجی ها سوزوندی و از بین بردی، دیگه راه برگشتی هم نیستش. آره ببین نگفتنش بدتره. بعضی موقع ها رابطه ها بعد از 5 سال که یه ذره سرد میشه اینه که آدم ها با هم دارن حرف نمیزنن. بعد از ببین یه کمپانی که باز میکنی، بعد از 2-3 سال دوباره میشینی در موردش فکر میکنی، کجایی، چه کار میکنی، کجا میخوای بری. رابطه هم همینطوره، یه چیزی رو تنظیم میکنی، تنظیم دوباره میکنی، با هم حرف میزنیم. ما الان اینجاییم، رابطه همون الان این شکلی، یه ذره سرده، نمیدونم شاید چی کار بکنیم. به نظر تو راضی هستی از الان؟ انتظار چیه؟ انتظار جدید چیه؟ این انتظارهای منه، این خواسته های منه، این مرز های منه، مرزهای تو چیه؟ نمیدونم، شروع کنین در مورد این چیزا حرف زدن، دوباره شاید یه آتشی به وجود بیاد توی رابطه. الان پس فایبا باید دوباره هر جوری که شده درباره تنظیم کردن این رابطه صحبت بکنه، که لازم هم زود بپره بگه داستانی که الان به ما گفته چیه. فقط کافی از یه جایی شروع بکنه که بگه آقا بعد از 5 سال حالا اینجا رسیدیم، الان چی کار بکنیم که با هم دیگه یه رشدی بکنیم، حالا تو چی درخواستای تو چی، درخواستای من چی، یوهای وسطش زرت اونو بنداز وسط ببین چی میشه. بله یک عالم کارهای متفاوت میشه که قبل از اینکه مثلا کار دیگر رو شروع کردن. آره به قول آتش یاد دیدی اصلا هر دوتون به خودتون اومد گفتین نه اون کارم شاید اصلا لازم نیستش، ولی دربارش صحبت کردیم، پس باید این کارا رو بکنیم که با هم دیگه دوباره نزدیک بشیم، هر جوری که شده مثلا برگردیم به اون اول رابطمون که بودم، انتظاراتتون بانجی جامپینگ یه کاری بکنیم که دوباره اون انرژی برگرده. ولی انتظاراتتون مستقیم بگو، اگه میخوای این رابطه آیندهش چیه تو حق داری بدونی، اگر نمیدونم احساس میکنی که یه چیزایی برات کمه، چه نیاز جنسیه، نیاز عاطفیه، نمیدونم هر چی، میزان وقتی که با هم دیگه میگذرونی، تو حق داری بگی. بنابراین اول اونم حق داره که بدونه، اونم حق داره بدونه. آره. و شاید مثلا خوب اولش همه رو بنویسی که واسه خودت کامل مشخص باشه اونا چی ان قبل از اینکه حرف بزنی با هم دیگه. بعضی موقع کلاینت هایی دارم که اصلا نمیتونن، میترسن حرف بزنن. مثلا اون ترس است که خیلی چیزا رو خراب میکنه دیگه. آره. چون صحبت واقعی نمیکنه و در موردش می نویسن، مثلا یه نامه، بعد میشینن اونجا میخونن، میگن من اینا که میخونم میتونی ساکت باشی، من اینو برات بخونم که مطمئن بشن بشنوه. آره. حرفشون رو. مرسی فریبا جان، امیدوارم یه کمکی کرده باشیم. بهترین قسمت حرف همون بود که گفتی مثل یه کمپانی. آره. هر از گاهی باید، راستم میگی، همه باید بری ببینی که بالاخره این باید یه رشد بود، مثل یه ساختمونی که هر چند سال باید بری سقفش عوض کنی، کولرش عوض کنی، رابطه عوض کنی. اتفاقا همین برای من خیلی جالب بود، برای اینکه به لحاظ فرهنگی وقتی هم به خصوص یه مسئله عشق خیلی توی یه فرهنگی شاعرانه، ازلی و نمیدونم انگار یه چیزیه که خیلی مقدسه، یعنی از اول بوده. چیزی باید بگی اینجوریه که مقایسهش با اینکه این یه قرارداده، یه قرارداد دو طرفه است، اما یه سری با هم دیگه توافق کردیم توی این قرارداد. بعضی موقع به لحاظ فرهنگی برام انگار این یه چیزیه که ما داریم مثلا به عشق توهین میکنیم. اگه قرارداد رو باید هی هر سال عوض کنیم، 5 سال یه بار عوض در حالی که عوض کنی، بهتر بکنی، بعضی رو باید اصلا قطع بکنی. آره. باید باش در باش صحبت کنن که یه جوری روشن بشه، حالا درسته، درون خودشون یا خونه همسایه، نمیدونم چی بگم.